سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی بهنوش بختیاری، بازیگر کشورمون و ماجرای جنجالی تصمیمش برای خودکشی میپردازیم. اما قبل از هر چیز، در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. بهنوش بختیاری، بازیگر سینما و تلویزیون که چند سالیه بیشتر از حضور در قاب تلویزیون و پرده سینما در اینستاگرام فعاله، تقریبا روزی نیست پست و استوری در اینستاگرام خودش منتشر نکنه. خانم بختیاری به نظر میرسه روی درآمد اینستاگرامی خودش هم حساب زیادی باز کرده و با همکاری مدیر برنامه‌اش به طور پیوسته پست و استوری تبلیغاتی برای فالوورهای خودش منتشر میکنه. از طرفی هم تبلیغات بی امان خانم بازیگر مخاطباش رو خسته کرده و دیگه خیلی ها دید خوبی نسبت به اون ندارن. وی از علاقه‌مندان فیلتر شدن اینستا و در کل فتوشاپ های پلنگ توره. اسکورت مانند رئیس جمهور گرفته تا تقاضای رایگان کردن آب و برق برای مردم. بهنوش بختیاری یکی از جنجالی ترین چهرهای ایرانی اینستاگرامه. او مدتی قبل درباره رایگان کردن آب و برق برای مردم و رأی دادن حاشیه هایی رو ایجاد کرده بود. بهنوش بختیاری وضعیت کشور آمریکا رو با ایران مقایسه کرد و گفت که کشور آمریکا رو که کشور بد میدونیم، امکانات و تسهیلات زیادی به مردم و کسب و کارها داده و حتی یک سری معافیت ها برای بدهی های دولتی رو اعمال کردن. اما در ایران حتی قبض رو پیامکی ارسال میکنن تا مبادا یک هفته دیرتر پرداخت بشه. خانم بختیاری در اسفند ماه 94 در برنامه سه ستاره احسان علیخانی در یک گفتگوی احساسی اعلام کرد به دلایلی تو آخر عمر نمیتونه مادر بشه. یک سال بعد از اینکه اعلام کرد نمیتونه باردار بشه، در اسفند 95 خبر از قبول سرپرستی فرزندی به نام یگانه رو داد. اما در ادامه بعد از گرفتن فرزند همسرش نتونست با اون ارتباط بگیره و در نهایت بچه به بهزیستی برگردونده شد. خانم بازیگر هم از اختلافش با سحر قریشی گفت و گفت من با سحر قریشی قهرم، چون من سحر رو مثل یک خواهر دوست داشتم و به دلیل اینکه از نظر سنی از سحر بزرگتر هستم اصلا توقع نداشتم سحر چنین صحبتهایی رو در مورد من مطرح کنه. سحر قریشی در مقابل میلیون ها نفر از من بد گفت و باعث شد من به تمام معنا خورد بشم و فرو بریزم. ایشون در ادامه گفته من واقعا کوچکترین حسادتی نسبت به کسی ندارم و مدت هاست این حس رو در وجودم کشتم و اصلا توقع نداشتم سحر قریشی چنین اظهاراتی در مورد من داشته باشه. و وقتی این موضوع رو با اون مطرح کردم گفت من منظورم با شما نبوده و شما دچار سوء تفاهم شدید و این برام گرونتر تموم شد. من بعد از گذشت مدتی از این ماجرا پستی در اینستاگرامم منتشر کردم و گفتم که کدورت بین ما رفع شده و با این کار انتظار داشتم سحر با من تماس بگیره و از من عذرخواهی کنه، اما این اتفاق نیفتاد و باز هم به رفتارش ادامه داد و من واقعا موندم که من چه بدی در حق اون کرده بودم و الان هم از دست سحر خیلی ناراحت و دلخورم. بهنوش بختیاری در ادامه گفته من اگه اشتباه کنم اونقدر شهامت دارم که از طرف مقابلم عذرخواهی کنم. و همچنین در مورد برخوردش با امیر تتلو هم گفت من در یک برنامه حضور داشتم که ایشون هم بودن، اما اطلاعی از حضور من در این برنامه نداشتن و با این بی اطلاعی روی صحنه رفتن و به بدگویی درباره من پرداختن و من اونجا برای اولین بار ایشون رو دیدم و مشکلاتی در خصوص تعداد فالوورهای ما پیش اومد که با صحبت حل شد و ایشون آهنگ تعادل رو به من و محمد رضا همسرم تقدیم کرد و به نظرم استعدادهای زیادی در موسیقی داره. بهنوش بختیاری، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون، 29 اردیبهشت 1354 در تهران متولد شد. این بانوی هنرمند توی خانواده 6 نفره به دنیا اومد و یک خواهر و دو برادر داره که هر سه بزرگتر از اون هستن. بهرام پدر بهنوش بختیاری اصالت بختیاری داره و از لورهای غیور کشورمونه. اما اشرف خانم مادر خانم بازیگر تهرانیه و ماجرای ازدواج پدر و مادر بهنوش بختیاری به سال 45 و 46 باز میگرده که برای اولین بار به صورت اتفاقی با هم دیدار کردن و در حالی که مادر بهنوش بختیاری تنها 13-14 سال داشت زندگی مشترکشون رو آغاز کردن. بهنوش بختیاری
تیر ماه سال 87 ازدواج کرد و زندگی مشترکش رو با همسرش محمد رضا آریان آغاز کرد. محمد رضا آریان از نویسنده‌های کشورمونه که هیچ علاقه‌ای به انتشار تصویرش نداره. خانم بختیاری حامی ترنس‌های ایرانیه و علاوه بر فعالیت‌های هنری به این فعالیت اجتماعی به شکل جدی می‌پردازه. خانم بازیگر بیش از ورود به دنیای بازیگری به عنوان منشی صحنه فعالیت می‌کرد و از این طریق به دنیای سینما هم راه پیدا کرد. بنوش بختیاری در حین فعالیت به عنوان منشی صحنه دوره یک ساله رو در زمینه تئاتر زیر نظر مهتاب نصیرپور بازیگر کشورمون گذروند. خانم بختیاری که سودای بازیگر شدن رو در همون دوران که به عنوان منشی صحنه فعالیت میکرد در سر داشت، اولین بار در سال 75 در سریال هوای تازه به کارگردانی محمد رحمانیان به ایفای نقش پرداخت. پشت دیوار شب به کارگردانی مهران تأییدی در سال 76 اولین تجربه بازیگری بهنوش بختیاری در سینما بود. اما بهنوش بختیاری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با یکی از تلویزیون‌های اینترنتی با اشاره به اینکه در یک سال اخیر به گفته خودش شاهد هجمه‌های بسیاری چه از سوی همکارانش و چه از سوی مردم علیه خود بوده چنین گفت: تاریخ نشون داده که هر کسی که میمیره عزیز و نازنین میشه و همه به یاد خوبی‌هاش میافتن. من در این مدت شاید بیش از 10 بار آرزوی مرگ کردم. من آدم بسیار قوی و قلدری هستم و گاهی اوقات با خودم میگم اگه فقط یک مورد از اتفاقاتی که برای من افتاد برای یکی از آدمهای سوسول دور و برم میافتاد دووم نمی آوردن. من شاهد هجومهای 80 میلیونی آدمها علیه خودم بودم. شاید اگه به شما یا هر کس دیگه در یک جمع 4 نفره یه نفر بد نگاه کنه طاقت نیارید، ولی من بارها شاهد حمله همکارانم و حمله مردم بودم. حمله های نابخردانه و ناجوان مردانه. چند وقت پیش شبی خیلی بد داشتم و با وجود تمام قدرتم و تمام کتاب هایی که دوروبرم جمع کردم و تمام ویس های انگیزشی با عبارت های تأکیدی، یک مرتبه یک جبه زاناکس برداشتم و 30 قرص کف دستم خالی کردم و به خودم گفتم تمومش کن. اینقدر حالم بد بود. نمیدونم چه صدایی بود که به من گفت برو بیرون قدم بزن، حالت عوض میشه و قطعا فردا روز بهتریه. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.